أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. اون چه که در این کریمه راجع به حق بودن نظام آفرینش مطرح بود گذشت و اون چه که فعلا مورد بحث است مسئله عرش است که خدای متعالی بر عرش استواء دارد. یعنی در قرآن کریم عرش یک انتساب به حق تعالی دارد که می فرماید استوا علی العرش یا رب العرش عظیم رفیع الدرجات ذو العرش. یک است انتصاف به فرشتگان دارد که فرشتگان یا حاملان عرشن یا طواف کننده های اطراف عرشن و تر الملائکه حافین حول العرش یا و یحملو عرش ربک فوقهم یومئذین ثمانیه که در این ثمانیه انسان های کامل هم نقشی دارد. این عرش چیست که خدا بر عرش استواء دارد و این عرش به عظمت موصوف است که خدا رب العرش العظیم است و خدا رفیع الدرجات ذو العرش است و عده حامل عرش است و عده در اطراف عرش طواف دارند که به تر الملائکه حافین حول العرش. عده از علمای سنت در باره این گونه از معانی می گفتند ظاهر این الفاظ به ما لها من المفاهیم معلوم است، کیفیتشون مجهول است و سؤال بدعت است. به ایمان واجب اونچه که از مالک نقل شده است، مرحوم امین الاسلام در مجمع نقل کرده است و دیگران هم نقل کردن، این است که مالک ابن انس گفت الاستواء معلوم و کیفیت الاستواء مجهول و الایمان بهی واجب و سؤال عن بدعت. باز بعضی از علمای سنت می گفتن که تفسیره و تلاوته، اصولا تفسیر قرآن یعنی تلاوت قرآن و عده هم درباره این گونه از معارف قرآن اظهار نظر می کردن. اونها که اظهار نظر نمی کردن می گفتن تفسیر قرآن عبارت از تلاوت اوست، نظری از اونها نرسید. اما دیگران که در باره قرآن اظهار نظر کردن یا به همین ظواهر اکتفا کردن و الفاظ را به همین معانی ظاهری حمل کردن، اینها مشبهه هست چون ظواهر این الفاظ جسمیت است. عرش یعنی تخت، استواء بر تخت یعنی جاگیری و قرار گرفتن بر تخت، این لازمش تجسم است و اونها مشبهه هست و عبایی از جسمیت ذات اقدس اله سبحانه و تعالی ندارد. این الفاظ را بر همین ظواهر هم عده یک مقدار از اینها بالاتر فکر میکردند، الفاظ را بر معانی علمی هم میکردند نه معانی عقلی. علم اون روز یعنی هیئت اون روز مسئله آسمان های هفتگانه و بعد آسمان هشتم که جایگاه ستاره های ثابت هست و بعد آسمان نهم که فلک الافلاک نامیده میشد به حساب اونها، میگفتن به اینکه هفت آسمان است که در هر آسمان یکی از این کواکب سبعه سیاره جا دارد، بعد فوق آسمان های هفتگانه آسمان هشتم است که جایگاه ستاره های ثوابت است، فوق آسمان هشتم فلک نهم است که ستاره در او نیست و فلک الافلاک. عده‌ای از مفسران این سماوات سبع را بر همون افلاک سبعه هیئت بطلمیوسی حل می‌کردن، کرسی را بر فلک هشتم حل می‌کردن و عرش را بر فلک نهم. بعد می‌گفتن فوق عرش که فلک نهم است چیزی نیست. این تفسیر قرآن کریم به روش علمی، چون علم روی فرضیه اتکا می‌کرد نه قضیه بدیهی و در معرض زوال بود، طولی نکشید که جریان هیئت بطلمیوسی روشن شد که پایه‌های علمی عمیق ندارد. حق با اقدمین است، یعنی قبل از بطلمیوس و همفکران او که می گفتن زمین حرکت می کند،
اقدمین نظرشون این بود، متأخرین فهمیدن حق با اقدمین بود نه با بطلمیوس، یا مال محققان قبل از بطلمیوس بود، حق با اونها بود که میگفتن زمین بر حرکت. بنابراین حمل آیات قرآن بر معانی علمی که پایگاه بدیهی ندارد که نظری به او بدیهی خلق می شود، بلکه به فرضیه متکیست و در معرض زوال است، این خطر رو در پیش دارد. نباید این کار رو می کردن و عرش و کرسی را بر فلک هشتم و نهم هم نباید می کردن و هم کردند و بل این که می شود. عده‌ای گفتن عرش و همچنین کرسی به معنای تخت ظاهری به جسم ظاهری نیست و به معنای آسمان هشتم و نهم هم نیست. این کنایه از مقام فرمان روایی و کنایه از مقام تدبیر. واقعیتی به نام عرش نیست، حقیقتی به نام کرسی نیست، این کنایه است از مقام تدبیر و مقام فرمان روایی. این معنا نقصی که دارد آن است که اگر چیزی در قرآن کریم به عنوان کنایه و مسهل ذکر شود، چون قرآن نور است این معنا را تبیین می کند که من می خواهم مسهل ذکر، نظیر اون چه که درباره زجاجه و مصباح آمده که الله نور السماوات و الارض مسهل و نورهی که مشکات فی مصباح المصباح و فی زجاجه از زجاجت و چند ناخو کبندوهی. لذا در اونجا کسی نمیگوید ما یک شجره زیتونی داریم واقعا، یک زجاجه داریم واقعا، یک مصباحی داریم واقعا. اینها تنظیر و تمثیل است. چرا؟ چون خود قرآن کریم فرمود این مسهل است، یک تمثیل. اما درباره عرش هیچ واقعیتی برای عرش نیست، هیچ حقیقتی برای کرسی نیست، فقط تنظیر است. یعنی اون تدبیر و مقام فرمان روایی را میگوین عرش، یا نه یه واقعیت و حقیقتی است که اون واقعیت و حقیقت عرش نام دارد. الفاظی که در قرآن کریم استعمال میشود اگر محفوف به قرینه قطعی لفظی یا لبی نباشد بر همون معانی ظاهریش حل میشود، منتها مصداق را باید مشخص. عرش مقام فرمان روایی است، درست. یعنی عرف وقتی که بخواهن یک حکومتی را تقریر کنن میگوین اون حاکم بر تخت فرمان روایی نشست، اما حکومت اون حاکم یک امر اعتباری است، مقام او هم که حاکم بودن و سلطان بودن است امر اعتباری، دستورات او هم در شعور اعتباری است. نه اون مقام یه واقعیت تکوینی است، نه اون تخت یک مقام تکوینی است، نه دستور و مدیریت و فرمانروایی او یه واقعیتی است، جزء امور قرارداری است. قراردادی کردن مردم یک منطقه که اگر او یه همچه حرفی را زد اینها هم اجرا کنند، او می شود حاکم، اینها می شود مجریان نظر او. این قرارداد است و اعتبار و بیرون از قرارداد و اعتبار واقعیتی نه برای مقام اون حاکم است، نه برای تخت او، نه برای فرمان روایی او. اینا یه عناوین اعتباری است. اینها همون مسائلی بود که عنوان عناوین اعتباری در بحث دنیا گذشت که اینها دنیایند. آیا عرشی که قرآن کریم مطرح میکند یعنی مقام فرمان روایی اعتباری، یا نه یک مقامی است تکوینن که از اون مقام دستورات تکوینی و ایجادهای الهی و ربوبیتهای الهی صادر می شود؟ تمام تفاوت اینه که آیا عرش واقعیت خارجی دارد یا یک عنوان اعتباری است. ما اگر گفتیم فلان سلطان بر عرش سلطنت تکیه کرد، یک مقام اعتباری است، دستورات او لازم الاجراست، یعنی در حیطه اعتبار. آیا واجب تعالی که رفیع الدرجات ذل عرش است، یعنی دارای مقام اعتباری است، عالم به اعتبار می‌گردد، یا یک واقعیت و حقیقتی است که این واقعیت و حقیقت به خدای متعالی استناد دارد؟ قرآن کریم شواهدی برای واقعیت داشتن عرش و کرسی در اختیار گذاشت که طبق این شواهد و
روایات معصومین علیهم السلام تدوین شده که در اون بحث قبل به عرض رسید. در کلمات علمای عامه تفسیری درباره عرش و کرسی و این گونه از معانی بلند نیست، این در تفسیر امامیه است. طبعاً اون چه که از معدن وحی و اسمت رسیده است، عرش را کرسی را مبسوطاً بحث کردن، در بارش نظر دادن و شهوقش را دیکھ کردن. قرآن کریم هر جا سخن از عرش و کرسی است، تدبیر الهی را در کنارش ذکر می، یا تدبیر عملی یا تدبیر علمی، چون ذات اقدس اله اوصاف ذاتیش عین ذات است، اوصاف فعلیش هم عین همان عین فعلان، علم فعلی خدا عین فعل خداست، چون که علم ذاتی حضرتش عین ذات حضرت است. قرآن کریم هر جا سخن از عرش است، تدبیر الهی را در کنارش ذکر می‌کند، یا تدبیر عملی یا تدبیر علمی. بعد از ذکر عرش یا میگوید خدا این چنین عالم را اداره میکند، یا میگوید خدا این چنین به شؤون عالم عالم است، یا سخن از علم خداست علم فعلی، یا سخن از تدبیر خداست که فعل و فیض حق تعالی است. در همه مواردی که سخن از عرش است، در کنارش تدبیر مطرح است. در همین آیه دوم سوره رعد که محل بحث است، فرمود ثم استوى على العرش و سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، این شمس و قمر را مسخر کرد و همه موجودات برای اونها قدر و قدر و حد معینی تنظیم شده است که همه در جریان و سیرند تا به اون هدف نهایی برسند و به دارالقرار واصل بشند. در سوره اعراف آیه 54 با سخن از عرش خدا و تدبیر الهی می فرماید، 54 سوره اعراف، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النهار، دیگر واق ذکر نکرده، این تفسیر استواء علی العرش است. استواء علی العرش یعنی چه میکند؟ یغشی اللیل النهار یطلبه حسیسا و شمس و القمر و النجوم مسخرات بامره علی له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. این یغشی اللیل النهار یعنی یجعل اللیل غاشیتا علی النهار، که هر جا روشنی باشد فوراً تاریکی به سراغش میرود و او رو خاموش میکند. اینجا سیدن استاد رضوان الله پذیرفتند که اصل عالم ظلمت است، نور عرضی است که از ناحیه خدای متعالی میآید، هرگز عالم به ذات روشن نیست، اگر نوری دارد از طرف مبدا است. به بعضی از مفسران که آیه سوره یاسین را اینچین تفسیر کردند، در اونجا ایشون قبول نفرمودند، فرمودند رو قواعد ادبی سازگار نیست. در سوره یاسین که فرمود آیت لهم اللیل که نسلخ منه النهار، اونجا بعضی از بزرگان گفته بودن به این که در سوره یاسین آمده و آیت لهم اللیل که نسلخ منه النهار، معلوم می شود نهار و روشنی یک روکشیست درون تاریک. یک گوسفند را که پوست می کنن، پوست روی گوسفنده، درون گوسفند پوست نیست. ظاهر آیه سوره یاسین آن است که نهار یک روکشی است برای عالم، روشنایی یک جلدی است که ما سلخش میکنیم، این پوست که بکنیم درون عالم تاریکه. و آیتون لهم اللیل که نسلخ منه النهار، این جلد نهار را که سلخ کردیم و گرفتیم فضا مظلمون، یه تو تاریکه. پس نور یک روکشی است برای عالم امکان، این چیزی نیست که درون جهان روشن باشد، درون جهان شب که یک نوری روی اینها را روشن کرده، که اگر این سلخ بشود، این روکش برداشته بشود فضا مظلمه. اینا در تاریکی اونجا را فهمودن به این که باید باز ذکر میشد، نمن قبول نفهمیدن، و اما اینجا را پذیرفتند به اینکه ظاهر آیه آن است که یغشی اللیل النهار همواره
این غاشیه او خواهد بود و او را می پوشان از زیر پوشش خود می گیرد. یطلبه حسیسن، فوراً به دنبال او، شب به دنبال روز میره. یعنی این کره‌ای که ما در او به سر میبریم و نیمرخ او همیشه روشن است در اثر اینکه مجذوب رو آفتابه، سایش که مخروطی است مرتب در حرکت است تا هر جا روشن اونجا رو تاریک کنه. آدم اگر کسی به عالم ملکوت یعنی به عالم نور رفت می شود روشن، مادامی که در عالم ملک است این چنینه. ملکوت جای روشنیه. انسان اگر ملکوتی شد کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات می شود روشن. بنابراین هر جا سخن از عرش است سخن از تدبیر است. یغشی خدای متعالی لیل را نهار را، یعنی یجعل اللیل غاشیتن علی النهار. دیگران چیز میکردن که نه، نهار غاشیه لیل است. یطلبه حسیسن، هر دو درست است، چون هم یولج اللیل فی النهار هم یولج النهار فی اللیل، هم یکذر النهار علی اللیل هم یکذر اللیل علی النهار. الان که مثلا اردیبهشت از روزها داره بلند میشود، یولج النهار فی اللیل، یعنی از دو طرف روز را در شب در قوس اللیل میبرد، عمر شب را کوتاه میکند و این قوس النهار بزرگ می شود. پاییز که شده یولج اللیل فی النهار، از دو طرف قوس اللیل رو ادامه می دهد، هم از این طرف زود شب می شود و هم از اون طرف دیر صبح می شود. پاییز و زمستان یولج اللیل فی النهار هست، بهار و تابستان یولج النهار فی اللیل. الان از دو طرف روز را بالا می برد، هم از این طرف بالا می برد دیر شب می شود، هم از اون طرف بالا برده که دیر صبح می شود. قوس النهار است که دو طرف در اون قوس اللیل را پیدا کرده، عمر شب را کوتاه کرده. ولی پاییز که می شود یولج اللیل فی النهار، اون قوس اللیل را ادامه می دهد، از دو طرف پایین میاره، هم از اون طرف زود شب بشه هم از این طرف دیر صبح میشه. علی حال یغشی برای هر دو درست است. در این کریمه سوره اعراف که فرمود ثم استوى على العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حسیسا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره علا له الخلق، اول می آفریند و الامر و تدبیر می کند. تبارک الله رب العالمین، که سخن از ربوبیت است. مصادیقش رو ذکر کرد، بعد در ذیل فرمود تبارک الله رب. پس در این کریمه اگر سخن از عرش است سخن از تدبیر. در سوره حدید هم که سخن از عرش است سخن از تدبیر علمی است. فرمود هو الذی خلق السماوات والارض ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم. قریب این مضمون در آیه چهارم سوره حدید فرمود هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش. دیگر واو ندارد که و یعلم ثم استوى علی العرش. این استوى علی العرش را تبیین میکند. میفرماید ثم استوى علی العرش، خب چه میکند؟ یعلم ما یلج فی الارض، هر چه در زمین فرو میرود، هر قطره ای که از بالا میبارد در زمین فرو میرود خدا میداند، هر بذر و هسته ای که در زمین فرو میرود خدا میداند، هر انسانی که با موت در قبر فرو میرود خدا میداند، هر چه که در زمین فرو میرود خدا میداند. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، هر گیاهی که از زمین بیرون میآید خدا میداند، و هر انسانی هم که از خاک بر میخیزد فیضا و من الاجداث الی ربهم ینسلون الله میداند، هر چه که از زمین بیرون میآید خدا میداند، چون که هر چه در زمین فرو میرود خدا میداند، و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها، هر چه از آسمان نازل میشود چه برکت های ظاهری مثل باران و امثال ذلك، اشعه آفتاب و امثال ذلك، چه برکت های معنوی که به سماع رزق و ما تو ادون، همه و همه که از غیب
یا از بالا نازل می شود خدا می داند. و اون چه که به طرف آسمان برمی گردد و ما یعرجو فیها، چه از ذر امور جسمانی، اگر بخاریست و اگر دخانیست و اگر اجرام خفیفیست که بالا می رود خدا می داند، و اگر امور معنویست که الهی از عدل کلم و طیب و العمل و صالح، اون رو هم خدا می داند. پس اون چه که از آسمان می آید و به آسمان می رود، ظاهریش و باطنیش را خدا می داند. اون چه در زمین فرو می رود و از زمین برمی خیزد، ظاهریش و باطنیش را خدا می داند، زیرا خداست که اسبغ علیکم نعمه و ظاهرتن و باطنه. او فراوان نعمت داده است. نعمت سابق، او سابق و نعم است. اسباغ در وضو که یکی از سنن وضو است، یعنی وضو شاداب گرفتن. در آب وضو اینطور روغن مالی نکنه انسان. اسباغ در وضو جزو سنن وضو است. او سابق و نعم است، چون اسبغ علیکم نعمه و ظاهرتن و باطنه. هرچه از سماوات نازل می شود و به سما برمی گردد نعم الهی است. هرچه در زمین فرو می رود و از زمین بیرون می آید نعم الهی است، چه ظاهرش چه باطنش. ممکن است تفسیر عرش نباشه، بگیم در اینی که بر عرش مبتلی هست، به این حال تدبیر علمی دارد، تدبیر عملی دارد. بله، چون معلوم می شود یه ارتباطی با عرش هست. اونگاه ببینیم عرش یه مقام اعتباری است که ارتباط با حقایق تکوین دارد یا نمیشه دقیقه تکوینی. اگر در سوره اعراف وقتی سخن از عرش است، تدبیر واقعی خداست. اگر در سوره حدید صحبت از عرش است، علم فعلی خداست. که علم فعلی عین تدبیر اوست، تدبیر او عین فعل اوست. همونطوری که در صفات ذاتی ذات عین هستی است، در صفات فعلی هم فعل عین علم است. اگر اینها حقیقی است، ارتباطش به امر اعتباری نخواهد بود. پس عرشی که هست یه مقام فرمانروایی تکوینی است، نه عرشی است که میگن سلطان عرش دارد یا فلان حاکم عرش دارد که مقام اعتباری واقعیتی در کار نیست. سلطان که عرش دارد نه یعنی تخت دارد، یعنی مقامی دارد. این مقام، مقام اعتباری است. امروز اگر گفتن باش هست، فردا اگر گفتن نباش نیست، و هیچ فرقی در نظام تکوین پیدا نشده و نمیشه. پس مقام او اعتباری، دستورات او اعتباری، اجرا هم امور اعتباری، امتثال و اطاعت هم امر اعتباری. ولی در باره خدای متعالی که سخن از عرش است، جهان تکوین را علمن و عملا به مقام عرش ارتباط میدهد. و ما یعرجو فیها و هو معکم اینما کنتم و الله به ما تعملون بصیر. هر جا باشید باشون. اینها رو ما در این آیات کریم به خاطر بسپریم تا ببینیم روایات معصومین علیهم السلام آیا از همین زوایا استفاده کردن یا نه، و آیا اینکه فرمودن ما قرآن ناطقیم حق گفتن یا هنوز برای ما روشن نیست. بنابراین وقتی که فرمود استوا علی العرش، یا سخن از علم خداست یا سخن از کار خداست، که کار او هم همون علم فعلی است و علم فعلی او هم همون کار است. در دیگر سور هم همین طور است که ملازم فرمایید. هر جا صحبت از عرش است، به دنبالش یا تدبیر است یا علم فعلی. و اما اون چه که در جوامع روایی ما به عنوان عرش آمده این است، اصول کافی، باب العرش و الکرسی، روایاتی دارد که روایت اولش تا حدود خونده شد. دیدیم به اینجا که حضرت فرمود خدا حامل عرش است، نه عرش حامل خدا. زیرا از اون استوا علی العرش یا سلیق سوال کرد که خدا حامل عرش است یا عرش حامل خدا. حضرت فرمود است علی سلام داره که خدا حامل عرش است. چرا؟ در اینکه عرش جزء این مجموعه آفرینش است و خدای متعالی مجموعه آفرینش رو نگه می‌دارد. به این آیه استدلال کرد که حضرت فرمود فقال امیر المؤمنین علیه السلام الله عز و جل حامل العرش و السماوات و الارض و ما فیهما و ما بینهما. به این کریم استدلال کرد همون ذالک قول الله عز و جل ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکها ما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا. اونگاه این شخص سوال کرد که پس عرش را کی حمل میکنه؟ فرشتگان حمل میکنن یا نه؟
اگر حامل عرش خداست، پس چرا قرآن فرمود که عرش را فرشته هم یا چند نفر عرش را هم میکن؟ اگر حامل عرش و حامل سماوات و عرض خداست، پس چطور در قرآن کریم آمده که این استوا علی العرش یا سلیق سؤال کرد که خدا حامل عرش است یا عرش حامل خود؟ حضرت فرمود است علی سلام داره که خدا حامل عرش است. چرا؟ در اینکه عرش جزء این مجموعه آفرینش است و خدای متعالی مجموعه آفرینش رو نگه می‌دارد. به این آیه استدلال کرد که حضرت فرمود قال امیر المؤمنین علیه السلام الله عز و جل حامل العرش و السماوات و الارض بما فیهما و ما بینهما. به این کریم استدلال کرد همون ذالک قول الله عز و جل ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا و لئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا. اونگاه این شخص سوال کرد که پس عرش را کی حمل می‌کند؟ فرشتگان حمل می‌کنند یا نه؟ اگر حامل عرش خداست، پس چرا قرآن فرمود که عرش را فرشته حمل می‌کند یا چند نفر عرش را حمل می‌کند؟ اگر حامل عرش و حامل سماوات و عرض خداست، پس چطور در قرآن کریم آمده که یحمل عرش ربک که فوقهم یومئذ ثمانیه؟ شما که می‌فرمایید خدا حامل عرش است، در حالی که این آیه می‌فرماید حاملین عرش 8 نفرند در قیامت مثلا. حضرت فرمود که ان العرش خلقه الله تعالی من انوار اربعه، و این عرش که مخلوقی از مخلوق‌های الهی است، عده‌ای از انسان‌های کامل یا فرشتگان را به مقامی رسونده است که اون مقام را اینها حیازت کردن به حامل اون مقام هم. مقام و صاحب مقام را خدا آفرید و خدا اداره می کنند، ولی این مقام را خدای متعالی به اینها داد، نه به نحو تفویض، هر دو را در تحت ربوبیت خود اداره می کنند. حضرت فرمود عرش را خدا حمل می کند، و اگر در آیه دیگر آمده که 8 نفر حامل عرشند، خود اون اشخاص را با عرش را همه و همه را رب العالمین حمل می کنند. بعد از اینکه فرمود من انوار عربه هست، اونگاه فرمود و هبل علم الذی حمله الله حمله. این عرش مقام فعلی خدا، این علم یک حقیقتی که انسان‌های کامل یا فرشتگان یا هر دو حاملان این مقامند. این که در بیانات هست امیر سلام الله علیه هست که در دلم علم‌های فراوانی است و اصبت له حملتن، اگر کسی را که بتواند حامل این علوم باشد مقداری از این علوم را با او در میان می‌گذارم، برای آن است که علم یه حقیقتی است که هر کسی تحمل او را ندارد. چطور درک یک مطلب مشکل مقدور همین؟ چطور اگر یک کسی یکی دو ساعت فکر کرده یک مطلب سنگین را فهمیده سرش درد میاد؟ چطور هضم هر سری مقدور هر کسی نیست که داشته باشد و نگوید؟ این چنین نیست، یک امر اعتباری باشد بی واقعیت، یه حقیقتی که اولا درکش مقدور بعضی ها نیست، بعضی ها درک میکنن ولی نمیتوانن ضبط کنن و رازدار باشن و برای کسی نگوین، فورا علنی میکنن. یه حقیقتی است که افراد کمی میتوانن هم او را بفهمن هم او را حضم کنن. این که حضرت همود لو اصب طوله و حملت هم، دو نفر ممکن است که یک مطلبی رو یاد بگیرن، یکی رازدار باشد اون مطلب را با هر کسی در میون نگذارد، یک کسی همون مطلب را برای کسی که استعداد ندارد در میون میگذارد، خودش به مطلب هر دو را زاید. اون حدیث شریفی که مرحوم صدوق رضوان الله در توحیدش داشت که قبلا اون حدیث خونده شد که حضرت فرمود لیس کل العلم یستطیع صاحبه ان یفسره لكل احد، هر مطلب علمی را که نمیشود به هر کسی گفت، یا طرف متوجه نمیشود گمراه میشود، یا اگر فهمید قدرت ضبط را ندارد، برای هر کسی مطرح میکند اونها متوجه نمیشود. اونگاه به حضرت عرض کرد فرج دهنی فرج الله عنک،
من که اون قدرت علمی رو ندارم تکلیف من چیه؟ فرمود تو همین ظواهر را که ایمان بیاری برای تو کافیه، تو که بدانی خدا خالق السماوات و الارض است، محیی و ممیت است و امثال ذلک کافیه. تو دیگه بحث نکن که چطور یک جا در قرآن آمده که انسان که میمیره جان را خدا قبض میکنه، الله یتوفا الانفس و الموت. یک جا فرمود کسی که میمیره فرشته مرگ جان را قبض میکنه، یتوفا کن ملک الموت الذی وکله به. یک جا فرمود افراد که میمیرن فرشتگان مأمور زیر دست اونها جان را قبض میکنن، توفت و رسولنا یا الملائکه تتوفا هم الملائکه. این مال تو نیم، تو فقط بدان خدایی هست و محیی و ممیت هست و جان رو او قبض میکنن. بگذار عده دیگر بیان این مسائل را بفهمن که چیجور یک جا خدا قبض میکنن. آیا همه اون توفیق را دارن که هنگام ارتحال جان را تسلیم اون دوست کنن یا مقدور همه نیست؟ یا زیارت عزرائیل سلام الله علیه مقدور همه هست یا مقدور همه نیست؟ این که امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادی فرمود هنگام موت تجلا لهم ملک الموت من حجاب الغیب، آیا هر کسی این قدرت رو دارد هنگام مردن عزرائیل سلام الله علیه زیارت کنن؟ یا گرفتار مأمورن جز میشود که توفاه و الملائکه. فرمود این کار مالتون، تو همون بدان که خدای هست و خالقی هست و محیی به امید هست، مشکل تو به همین مقدار حل میشه. که گفت فرشت فرج الله عنک، هر مقامی را هر کسی که حمل نمی کنه. فرمود این مقام علمی را حمله خاص حمل میشه. این حمله خاص کیانند باز در جوامع روایی ما مشخص شد که معصومین علیهم السلام اندام زنگر فرشتگان دور اینها میگردن. آیا همون فرشتگانی که در سوره حامیم آمده و تر الملائکت حافین حول العرش، همون ملائکه هستن که حامل عرشن؟ یا حامل عرش کسانی هن و تواف کننده ها و طائفین حول العرش کسان دیگر هن؟ اینا ممکنه در خلال بحث ها حل بشه بخواست خدا، ولی حضرت فرمود عرش خدا علم خود، اونم نه علم ذاتی، علم فیلم ادعی را حامل علم خود قرار داد. پس علم و حامل علم را خدا حمل می کنن و علم را در مقام فعل ادعی حمل می کنن. و هوال علم الذی حمله الله حملته، اون علم را خدای متعالی به حاملین علم داد. و زال که نورم من عظمته، اگر عظمت الهی این ذات خداست، این علم است، این عظمت فعلی و علم فعلی از اون عظمت ذاتی و علم ذاتی نشأت میگیرد، این عرش میشود عظیم، خدا میشود رب عرش عظیم. و اگر مرحوم کلری رضوان الله علیه از امام ششم سلام الله علیه نقل کرد که اگر کسی این اصل را حفظ کرد در باطن عالم مرد عظیم خواهد بود، ترشیده که من تعلم العلم و عمل بهی و علم لله دعیتی ملکوت السماوات عظیم. اگر کسی برای رضای خدا عالم بشود، این لله از باب تنازع به هر سه متعلق است، من تعلم العلم لله و عمل بهی لله و علمه الناس لله دعی فی ملکوت السماوات عظیم. این در باطن عالم مرد عظیم، این هرگز حاضر نیست اون حقیقت عظیم را به این امر وهمی بفروشد که بشد ما را به هست تجارتو. این به فکر یرجون تجارتم لن تبور است، نه به فکر تو ما را به هست تجارتو. فرمود و ذالک نور من عظمتهی، خب به عظمتهی و نورهی ابصر قلوب المؤمنین و به عظمتهی و نورهی آداه الجاهلون، چون انسان نابینا و خفاش صفت با نور بده. در پایان بحث قبل به اینجا رسیده بودیم که هرگز علم با جهل دشمنی ندارد، میکوشد جهل را برطرف کند، روشنش کند. عالم با جاهل بد نیست، نمیخواهد علیه او کار کند، میخواهد دست او را بگیرد. این جاهل است که با عالم بد است. الجاهلون لأهل العلم اعداء، نه اینکه علما اعداء جهالند. المرء عدو ما جهله، افراد عادی دشمن چیزی هستند که نمیدانند، ولی مؤمن هم دوستدار علم است
و هم چیزی را که نمیداند گم شده خود میپندارد. گل حکمت و زالت المؤمن و آداه الجاهلون و به عظمتهی و نورهی به تقا من فی السماوات و الارض من جمیع خلائقهی الیه الوسیلت بل اعمال المختلفه بل ادیان المشتبهه. هر کسی از راهی خاص به اون سمت میره، بعضی اشتباه میکنن بعضی درست میره. فکلون محمولون، اینطور نیست که تفویض باشد، اینطور نیست که اون مقام تدبیر را اگر به فرشتگان یا به انسانهای کامل داد تفویض کرده، این چنین نیست. همه این فرشتگان و انسانهای کامل سراسر جنود الهی هست که لله جنود السماوات. فکلون محمول یحمله الله، مبادا توهم بشود که با دست ظاهری هم میکند، نه، یحمله الله به نورهی و عظمتهی و قدرتهی. بنابراین حامل و محمول هر دو محمول الهی هست. اون حقیقت علمی با فرشتگان یا انسانهای کامل که حاملان عرشن هر دو محمود الهی هن، خدا با نور و عظمت و قدرت اینها را اداره میکنه. لا یستطیع لنفسه ذرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. در نظام تکوین همونطوری که قرآن دارد به این روایت هم تبیین میکند، احدی مالک ملک اعتباری که این کتاب از آن کسی است، چون اعتبار است آسیبی به جایی نمیرسد. اما ملک تکوینی احدی مالک چیزی نیست. این که در قرآن کریم آمده این مضمون انسان مخصوصا در باری انبیاء رسول الله صلی الله علیه و سلم که لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، این فیما یرجو لتکوین. لذا حضرت می فرمود به این که من وقتی که چشم باز کردم نمیدانم که آیا می توانم ببندم یا قبل از بستن می میرم. ادعی هم این چنینه، ادعی که خیال میکنن توان کاری دارن خدا اجازه بستن چشم به اونها نمیده و اگر دیگری این چشمشون رو نبندد بعد در حال در موقف تفصیل یه منظره بدی هم دارن. قرآن فرماد اما یملک السمع والابصار، این ام منقطع است، یعنی اون که مالک چشم گوش دیگری. امانتی به شما دادن که این امانت هست و الله گاهی اجازه بستن چشم هم به ما نمیده. اما یملک السمع والابصار، بنابراین احدی در نظام تکوین مالک چیزی نیست. و اگر موسی کریم سلام الله علیه گفت که لا املک الا نفسی و اخی، نه، یعنی در مسائل تکوینی، یعنی شما دستور دادید اطاعت کنید، انا لا املک انی لا املک الا نفسی و اخی هم لا یملک الا نفسه، نه انی لا املک الا نفسی و اخی، من فقط مالک هر دو هستم، نه، من لا املک الا نفسی و اخی هم لا یملک الا نفسی. در ایمان آوردن ما دو تا ایمان آوردیم، در مسائل اختیاری اعتباری تشریعی، نه مسائل تکوینی. من مالک خودم هستم، برادر من مالک خودش هست. حتی یعارض با اون آیه‌ای که درباره رسول الله آمده که لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، که مضمون قرآن کریم هست. در نظام تکوین احدی مالک چیزی نیست. تو نظام قراردادی و اعتباری هر کسی مکلف است که ایمان بیاورد، این مقدار اعتباری در اختیار او به اعتان من الله تعالی. پس در نظام تکوین لا یستطیع احدی لنفسی ذرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، فکل شیء محمول و الله تبارک و تعالی الممسک لهما ان تزولا و المحیط بهما من شیء و هو حیات کل شیء و نور کل شیء. همین فیض الهی است که باعث زنده شدن هر موجود زنده، باعث روشن شدن هر موجود روشن. سبحانه و تعالی اما یقولون علوا کبیرا، هم تفویض را ترک کرده هم جسمانی بودن را. خبود اون منزه از آن است که روی تختی قرار بگیرد که کسی او را هم بود، و منزه از آن است که وقتی عرش را به کسی واگذار کرده بشه تفویض، که بشه مغلولت الید، این چنین او منزه از جسمانیت است، او مبرای از تفویض است، او نیازی به احدی ندارد و به احدی هم قدرت نمیده.
به احدی هم احتیاج ندارد، به احدی هم استقلال نمیده. او منزه از تفویض است، او مبرای از جسمیده. اینها خلاصه حدیث اول. اما حدیث دوم دنباله همون حدیث است. به امیر المؤمنین علیه السلام عرض بکند که فاخبرنی عن الله عز و جل اینه هو، خدا کجا؟ فقال امیر المؤمنین علیه السلام هو هاهنا و هاهنا و فوق و تحت و محیط بنا و معنا و هو قوله ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اینما کانو. فالکرسیو محیط بالسماوات و الارض و ما بینهما و ما تحت السرا و این تجهر بالقوله فانه یعلم السر و اخفا و ذلک قوله تعالی وسع کرسیه السماوات ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. فالذین یحملون العرش هم العلماء. صدر این جمله که الان خونده شد که به آیه سوره مجادله استدلال کردن، این بحث دیگری دارد که در اون بحث بین ثالث ثلاثه که کفر است و رابع ثلاثه که توحید است با فرق گذاشت. این حدیث شریف ناظر بود که حضرت استدلال کرد به آیه سوره مجادله که هر نجوایی که باشه طرف هر نجوا میکنن خدا چهارمی ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو الرابع. این توحید خالص فرق بود با اون که در سوره مائده آمد لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. این بحث عمیقی دارد که بین ثالث ثلاثه و رابع ثلاثه چه فرقیه. آیا سه نفر که اینجا هستن خدا چهارمی چهار نفر است یا چهارمی سه نفر است؟ توحید آن است که خدا رابع ثلاثه است، کفر آن است خدا ثالث ثلاثه باشد. این بحث دیگری در انشاءالله وقتی به اونجا رسیدیم به استشهاد این روایت هم میشه. اما زیر این بحث ثبوت به اینکه عرش خدا یعنی علم خدا، او به همه چیز عالم است، استدلال کرده وسع کرسی و سماوات و الارض. پس کرسی یک تختی باشد، عرش یک تختی باشد، اونطوری که شاخهای انگور تختی دارن عرشی دارن که فرمود جناتی هست، نخیلی هست، معروشات هند و غیر معروشات. انگورات دو قسمن، یه انگورای معروش که دار بستند و بر عرش استوارن، یه انگورایی هستن که رو زمین میتنن. ثبوت همه اینها رو خدا آفرید. آیا همونطوری که انگور اون انگورای دار بست معروشن یعنی لهو عرش است معاذ الله برای مبدع متعال عرشیست این چنین؟ یا عرشو هو العلم، همون عرشو هو العلم. اونجا که میفرماید جناتون من نخیل و اعناب، این اعناب و انگورها معروشات و غیر معروشات. یه دز انگورا هستن که رو زمین میتنن، یه دنگورا هستن که داربسته رو تختی که برای اینها تهیه میشود رو این تختها میارمن. فرمودن هم اون اعناب معروش را که لها عرشون خدا آفری زارش او، همین اعنابی که بر بستر زمین گسترده است و معروش نیست. بنابراین مسئله عرش این چنین نخواهد بود که یک تختی است خدای متعالی رو تخت. نه، می شود گفت که این حرفها به ما چه؟ این حرفها را به ما گفتن که ما بفهمیم لیدب برو آیاته. و نمی شود گفت تفسیر رو تلاوتو، نه تفسیر چیز دیگه از تلاوتی. و نمی شود این عرش را به همین معانی جسمانی یه هم بکرد، چون لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار لیسه کمثله شیء ماننده. و نمی شود عرش را به مقام فرمون روایی جهان اعتبار هم بکرد، زیرا این اعتباریست اون حقیقی. پس یه واقعیتی دارد که این واقعیت را در لسان معصومین علیه السلام به علم و تدبیر عملی خدا متعال تطبیق کردن و شواهد فراوانی همین معنا را تثبیت می‌کند که بقیه‌اش به خواست خدا بعداً میشه. الحمدلله.